با سلام، این آخرین برنامه رادیو گربهش در سال 1399 و اگر از من بپرسن که در این سال کدوم خبر تو رو بیش از هر چیز هر خبر دیگری نگران کرد، میگم همین خبر آخری رفتن آقای پاپ به بغداد و سیستان، ببخشید بغداد و نجف، برای دیدار آیت الله سیستانی که من واقعا دلواپس شدم. فکر میکردم توطئه‌ای در کار باشه. اینا رو من البته برای ثبت در تاریخ نوشتم و براتون میخونم که فرود پاپ و فراز نگرانی من. از لحظه ای که هواپیمای آقای پاپ در فرودگاه نشست که در نجف به دیدار آیت الله سیستانی برود، من دل توی دلم نبود که حالا میخواهن کشبسته تحویل جمهوری اسلامی بدهندش، مثل زنده یا روح الله حسن. همینجوری شد، رفت بغداد، همونجا گرفتنش. گفتم باز اینها آیت الله سیستانی رو گذاشتن وسط. اون دفعه به اسم آیت الله سیستانی پای تلویزیون گوشهایم رو تیز کردم ببینم اسمی از شیرین نجفی میآورن یا نه. آخه شیرین نجفی اون دختری بود که فریب داد روح الله زم رو. و حالا من البته غافل نبودم که نجف پر از انواع و اقسام شیرین نجفی است و این فیلم استقبال این یارو نخست وزیر عراق از پاپ مراسم استقبالاتی می دیدم، دلم کمی آرام می شد که آره دارن می زنن و می رخصن و مردای قد دراز و زنهای قد کوتاه رو آوردن اونجا، عملیات عجیب غریبی با موزیک در میارن. ولی خب برای من نگران دلواپس یک اطمینان خاطر بود که خبری نیست، چون برای روح الله زن این دیمبول اینا نکردم. بنابراین یک کمی من آروم میشدم. مراسم استقبال را که میدیدم کمی دلم آرام میشد، ولی باز نخست وزیر عراق میرختش به هم، عملیاتی میکرد با من. من راه و نیمه راه این پاپ بیچاره رو نگرم داشت، عشق میکرد که باش حرف بزنیم. مراسم استقبال را که میدیدم کمی دلم آرام میشه، ولی باز نخست وزیر عراق میرختش به هم، مثل این پاپ ندیده ها راه و نیمه راه قدم به قدم نیشترمز میزد و یه چیزی به پاپ میگفت. من نگران میشدم که قرار است در همین لحظه بریزن پاپ رو بگیرن ببرن بدن تحویل بازجو خبرنگار. کسی به این آقای نخست وزیر ارعای مترجم بدبختی هم ماسک زده پوش سر اینا داشت قدم به قدم میومد، کسی به آقای نخست وزیر عراق یاد نداده بود که پدر جان وقتی قرار است کلمه به کلمت برای پاپ ترجمه شود و بالعکس مال اون برای تو ترجمه شود، باید درست یه جایی مثل آدم نشسته باشی. چند بار این نیش ترمز زدناش نزدیک بود دماغ مترجمی که در نیم قدمی پشت سرشان بود، دماغ مترجم بره پشت گردن رهبر کاتولیک های جهان. حالا در بیت رهبری شنیدم وقتی نوشتن نجف جای قم را بگیرد که خیلی مایه کنفی رهبر معظم شد، همین دیدار پاپ از نجف آخو اون آیت الله خامنه‌ای خیال میکرد
خودش آیت الله سیستانیه، یعنی خودش مرجع شیعیانه. نمیدونست که پاپ اونو دور میزنه، تحویلش نمیگیره، میره پیش سیستانی. شنیدم وقتی نوشتن نجف جای قم را قرار است بگیرد، صاحبش گفته بود، همین صاحبش یعنی همین آقای خامنه ای، صاحبش گفته بود زکی شطور در خواب بیند پنبه دانه. همیشه میگه این آقای خامنه ای هر چی میشه چی نداره بگه، میگه شطور در خواب. بیچاره شطور را دست این بیعذابن آقا ولمون کن، شاشمونو که ول نمیکنیم، پشگلیمونو که شاش قاطی میکنیم، میخوریم، میگیم برای کرونا و پروستات و اینا خوبه، دیگه انقدر ضرب و مثل مصرف نکنیم که شطور در خواب بیان ما رو هوایی نکنین. اصلا اتحادیه اسلامی شطورهای پایتخت ممکنه به زودی شکایت کنه از آقای خامنه ای. بله آقای خامنه ای هم گفت کی شطور در خواب بیند پنبه دانه، شما نجف را جای قم بذارید، جواب حضرت معصومه را چه میدهید؟ سوهان چطوری درست میکنید؟ آقای خامنه ای گفته بود. و بعد آقای خامنه ای به یه سری از حرفایی که آقای پاپ زده بود جوابی دندان شکن دار. پاپ چی گفت؟ در پاسخ این که پاپ گفته بود باید صدای سلاح ها خاموش شود، رهبر خامنه ای جواب داد به شما غافلی، ما سالی چقدر پول صدا خفگان میدیم برای اسلحه ها، برای اسلحه همون. وی افزود همون 1500 نوجوانی که در آبان کشیم همش با سلاح بی صدا بود، اونم تو تاریکی. خیلی عقبه این آقای پا. از خوب جوابی داد آقای خامنه‌ای بهش. و در جواب پاپ که گفت باید صدای فقیران رو بشنویم، رهبر عظما دست پشت لالی گوش گذاشت و گفت بلندتر حرف بزن، نمیشنوم چی میگی، گوش سنگینه. تو این سن آدم دیگه گوشت سنگین میشه، دلش سنگین تر میشه، پروستات سنگین میشه، نشست میکنه. خب آنجا که پاپ گفت باید خشونت رو کنار بگذاریم و انسانی رفتار کنیم، میدونین آقای آیت الله خامنه ای چی جواب داد؟ من نوشتم اینجا برای ثبت در تاریخ. آنجا که پاپ گفت باید خشونت رو کنار بگذاریم و انسانی رفتار کنیم، آیت الله خامنه ای با اعتماد به نفس فوق العاده فریاد زد مجتبی بیا این تلویزیون ساب مرده رو خاموش کن. اینجوریه رهبر معظم. شایعاتی هم راجع به عود کردن پروستات رهبری شنیده شد که گویا پرزیدنت عباشوکلاتی یک متن تازه برایش نوشته بود. آخه پروستات رهبری که عمل میشه، آقای خاتمی یک چیز بلند بالا، اون دفعه گفتم براتون که اقشار مردم ایران و جهان، آره نوشته بود داخل و خارج، از اینکه عملیات پروستات شما با موفقیت انجام شده خوشنودن و دعا میکنن برای خاتمی نشته بود. متن مفصل 1993، 6 سال پیش نوشته بود. و اینجا آمده است که شایعاتی هم راجع به عود کردن پروستات رهبری شنیده میشود که گویا پرزیدنت عباشوکلاتی یک متن تازه‌ای برایش نوشته بود، اما خبر تایید نشد و مرد را گذاشتن انشالله برای کیسه صفرا. آقای خاتمی حالا باید متن جدید بنویسه، چون متن برای کیسه صفرا فرق میکنه با متن برای پرستار. حالا شامورتی بازیه آقای پاپ.
از خودمون پاپ، آیت الله العظمى الپاپ، موسوی الپاپ، موسوی الواتیکانی. آره، اطرافیان پاپ به او سفارش کردن مبادا با دیدار آیت الله سیستانی پای او را ماچ کنند. خیلی آقای پاپ فرانسیس از این اداها داره. آره، میگه پای پناهنده است، پای نمیدونم کیه. ماچ رد میکنه، خوبه. برای پاپ بودن خوبه، بالاخره یک عده دارن این پاپ رو ستایش میکنن، عبادتش میکنن. اطرافیان پاپ به او سفارش کردن مبادا در دیدار با آیت الله سیستانی پای او رو ماچ کند. پاپ فرانسیس از این اداها دارد، اما آقای سیستانی معمولا پا نمیدهد. نمیده، من فکر نمیدم نکرد. شاید پاپ نخواست، یا شاید هم خواست ولی سیستانی این عبا رو بزنه و زیر شواره بزنه بالا و پا رو در آره و بزنه. اگه نه بی خودی متهم نکنیم آقای سیستانی رو، این کار رو بکنش نیست و نکرد اصلا. چرا بی خود شایعه بسازیم؟ بعد احتمال هم دارد که پاپ از سیستانی گلایه کنند که چرا او را در توییتر تغییر نکرده. توییتر همین پیام های به اینترنتی که میفرستند 280 حرف هم بیشتر نباید بشه. لابد آقای سیستانی هم جواب میدهد برو بابا چه توییتی، من تا بیام دو تا جمله عربی شروع کنم و دعا کنم 280 حرفم تموم، انا الی راجعونم، اونم جا نمیگیره تو توییتر. حرف شما میزنی آقای پا. حالا میدونم مترجم بدبخت چجوری اینا رو ترجمه کرده، نمیدونم. آخه این آقای پا فرانسیس خیلی دوست داره همونطور که فالوئر یعنی پیروف توی جماعت داره، توی شهر و ده و روستا و به خصوص کوره دهات داره، توی توییتر هم پیرو فالوور داشته باشه. پاپ فرانسیس 8 سال پیش اعلام کرده بود کسانی که او را در توییتر دنبال کنند زمان کمتری را در برزخ خواهند گذران. آه چه حق بازی این که توییترشو رب داد به اون دنیا که بیاین تو توییتر من که فالوورم زیاد بشه که پوز بدم که احتمالا پول بگیرم از توییتر، بعد شما مدت کمتری در برزخ میمونه. پاپ فرانسیس 8 سال پیش اعلام کرده بود که کسانی که او را در توییتر دنبال کنند زمان کمتری را در برزخ خواهند گذرند. نام برده نگفت چقدر کمتر. ولی کلن این کاتولیکا میگویند که روح آدم بعد از مرگ میرود توی اتاق انتظار برزخ تا به حسابش رسیدگی کنند و آقای پاپ از این ماجرا استفاده کرده. این اولین بار است که یک مقام مذهبی از ابزار آن جهانی برای افزایش فالوورهای احمق استفاده می کند. مذاکره بدون بوی پشگل. از متن مذاکرات پاپ سیستانی خبر ندارم، ولی کلن فضا مثل فضای گپ زدن دو چوپان بود بدون اینکه بوی پشگل بیاید. اگر بین خودمان بماند مترجم آنها لطف کرد نکته مهم این دیدار رو برای من بازگو کرد. آره چی گفتن پاپ؟ خدمت رسیدم که بگویم ما نباید بگذاریم زنها سخت جنین کنند. سیستانی ها تمام دل و روده و امعا و احشاء آنها در اختیار ماست.
آپاندیسشان را هم حق ندارند در بیاورند. پاپ پس بزن قدش. در اینجا به خاطر احتیاطات کرونایی هر دوشان با مترجم بزن قدش میکنن طبق اظهارات خود مترجم که برای من گفت. اما در بیت رهبری چه خبر؟ رهبر حالش گرفته. خبر رسید که برای آرامش خاطر رهبری کارکنان بیت به سرعت یک مجلس شعرخوانی ترتیب دادن تا شاعران رهبری ستا و به تقویت روحیه عظما بپردازند. شاعر: بود جود مولیان نامد همین، پاپ هم از واتیکان نامد همین. ای مقام رهبری خرسند باش، کن مزاحم پیشتان نامد همین. رهبری نامدنی قافیه بهتری سخه. رهبری قافیه های اینا رو هم درست میکنه. شاعر بعدی: پوتین ز فرودگاه به دیدار تو آمد، ای رهبر من پاپ نیامد به درکش. رهبری آفرین، اسفل و سافرین هم به دنبالش بیاورید. خنده ها ها. اینجا من نوشتم. شاعر بعدی: این پاپ حالا ضمن همه آخونبازیاش همجنسگرایی رو تونسته که بفهمه، تحمل کنه. و یک کمی این شاعره میگه این پاپ که همجنس گرا دارد دوست، همجنس گرا نیست اوا خواهر اوست. رهبری آورین آورین. شاعره بعدی: پاپ هست و سفید است و ز کفار اصیل است، در پیش شما چون پاپ کرن است چو سفیل است. رهبری خنده چو سفیل خیر الله انفاسکم. اینطوری که به هر حال به رهبر میخوان روحیه بدن. شاعر بعدی میگه خامنه ای میرزمد سیستانی میلرزد. خیلی شعرهای دیگه هم خوندن ولی کاری نداره. با این همه گفته میشود رهبر معظم همچنان در خواب دندان قلوچه میکند و از فرط ناراحتی تا به حال چند بار به خودش فایزر زده. خبر آخرین لحظه: در آخرین لحظه خبر رسید که سردار باقر قالیباف از رهبری خواسته است یک نامه بنویسد، او فوری ببرد برای آقای پاپ. رهبری بهش گفت برو گم شو. اینم ماجرایی بود که من براتون گفتم از دیدار آقای پاپ از نجف و بغداد. دادنگ. در ایام نوروزی و بهار چه موسیقی بیشتر میچسبه جز نوای دلنگیز و اسیر سیما بینا؟ ز شعر حافظ شیراز میخوانند و میرقصند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی و به موسیقی و رنگای زیبای سیما بینا هم. باز بگو. غر میدند و میرقصند سیه چشمان ایرانی و ننجونهای افغانی یا برعکس فرق نمی کنه. هر جا که این موسیقی میره به شوق میاره، مثل این مادر بزرگ عزیز که من وقتی که دیدم این کلیپش خودم هم خیلی دارم میخواست باشم یا بشینم مثل او برقصم.
بعد از این رقص زیبای لنجونی، هدیه نوروزی من به شما، موسیقی سیما بینای عزیز هستش. حالشو ببرید تا هفته آینده که با تبریکات و شادباشهای سال نو بیام خدمتتون. شما رو به این موسیقی دلانگیز می سپارم.